سلام، اسم ما باری رمانی است. ما در ایفوگو مونشن باعث ترجمان کار میکنم. پروژه آموزش والدین به زبان مادری ایفوگوی مونشن آموزش والدین را به زبانهای مختلف ارائه میدهد. من میخوام امروز با شما چند نکته مهم را بگویم که باید در درست کردن وقت شما به شکل سنامیز در زمان مدیدت گشت و گذار کمک کنند. فعلا بسیاری از والدین با ما میگویند من به خاطر کرونا اجازه ندارم که خانواده ها و اطفال دیگر را ملاقات کنم یا نزد آنها مهمانی بروم. اطفال به خاطر کرونا اجازه ندارن که دیگر به مکتب و همچنان در محل بازی بروند. من همیشه با اطفال خود در اتاق یا در خانه هستم و نمیدانم که چی کار کنم. اگر پدر و مادر همیشه یک جایی در اتاق باشند و فقط اخبار ویروس کرونا را بشنوند، آنها احساس خشمگین و عصبی میشوند، زیر فشار روحی قرار میگیرند و میترسند. تمرکز فکری اطفال خراب میشود. آنها اکثرا برای انجام دادن کار بی‌علاقه میشوند، جگرخون میباشند و نمیتوانند درست بخوابند. بنابراین ما باید مخصوصا حالا اطفال خود را از رسانه ها حفاظت کنیم. بهتر است که شما باعث والدین به اطفال خود تشریح دهید که چرا اجازه بازی با اطفال دیگر را ندارند. با فرزندان خود درباره موقعیت فعلی صحبت کنید. برای این کار به خود وقت بگیرید. اگر اولاد شما چیزی میگوید، هر کار را که شروع کرده اید قطع و به اطفال خود توجه کنید. با چشمان طفل خود نگاه کنید، او را در آغوش بگیرید و با دقت بر فایهو گوش دهید. چیزی را که طفل شما میگوید دوباره تکرار کنید و برای بهتر فهمیدن مطلب باز هم از او سوال کنید. موقعیت را با طفل خود قسم تشریح کنید تا او محدودیت گشت و گذار را خوب بفهمد. در آخر برای شما یک ویدیو را به طور مثال نشان میدهیم. بعضی از والدین به ما میگویند طفل من اکثرا احساس است، گریه میکند و نمیداند که چی میخواهد. من هم دیگر نمیدانم که چی کار باید بکنم. اکثرا کم میماند که منفجر شوم و او را بزنم. قبل از آنکه کنترل خود را از دست بدهید، اول پنجره را باز کنید و بیرون نگاه کنید. یک گلاس آب سرد بنوشید و دستانتان را در پشت سر بگیرید. نفس عمیق بکشید. بعضی ها سرچپه حساب میکنند، یعنی آهنگ میخوانند و بعضی ها هم عبادت میکنند. اگر این کارا فایده نکردند، پس ببینید که آیا کسی میتواند متوجه اطفال خردسالتان باشد تا شما در صورت اجازه کم چند قدم تا دروازه کم بیرو بروید و کوشش کنید تنفس عمیق کنید. یا به تشناب بروید و صورت و گردن خود را با آب سرد بشوید. وقتی که توانستید خود را دوباره آرام بسازید، با اتاق برگردید. فرزندان ما در این موقعیت و چیزی ضرورت دارد. کودکان میخوان این احساس را داشته باشند که ما احساسات آنها را درک میکنیم. ما این کار را با نامیدن و تشریح دادن احساسات آنها انجام میدهیم. این موضوع برای ما والدین این معنا را دارد که برای احساسات منفی اطفال هم لغات را پیدا کنیم. اگر طفل من جگرخون است، با طور مثال برایش میگویم که تو با این خاطر جگرخون هستی که بسیار وقت میشود که رفیقای خود را ندیدی. تو قهر هستی و برایت هر چیز خسته کن است، از خاطر که کارهایی را که قبلا میکردی حالا نمیتوانی. فعلا بسیاری از والدین از ما سوال میکنند من در واقع چی کار باید بکنم تا برای طفلم خسته کن نشود. با وجودی که در زمان فعلی اطفال به مکتب یا کودکستان نمیروند، مخصوصا در حالت فعلی روز را باید با آنها برنامه ریزی کنیم و با آنها مشترکاً فعالیت‌های را مد نظر بگیریم که این برنامه ریزی باید به طور منظم روزانه عملی شود. همین موضوع بسیار مهم است و به اطفال احساس امنیت میدهد. مثلا اوقات بازی مشترک، اوقات خواب، برخواستن از خواب و غذا خوردن و فعالیت‌ها را به طور منظم پلان کنید. این موضوع بر علیه فشار روحی، ترس و خسته کن بودن کمک میکنند. شما میتوانید با اطفال خود در صورت قدم زدن بروید که کمپ شما اجازه بدهد. در غیر آن مجبور هستید تمام فعالیت‌ها را در داخل کمپ انجام دهید. شما میتوانید با اطفال خود یک جا یک فیلم طفلانه نگاه کنید، یک کاردستی درست کنید، تلفنی صحبت کنید یا ارتباطات تصویری را با دوستان ممکن بسازید. مشترکاً پیغام‌های شفاهی را ثبت نموده با دوستان و خانواده ارسال دارید. فعلا اطفال با مکتب نمی‌روند و وظایف خانگیشان با آنها ارسال می‌شود. والدین گاهی به اطفال خود در قسمت وظایف خانگیشان کمک کردن نمی‌توانند. اگر اطفال شما وظایف خانگی خود را درست نمی‌فهمند و شما هم آنها را در این قسمت کمک کردن نمی‌توانید، یا اگر شما در خانه کامپیوتر و چاپگر ندارید، پس بهتر است به معلمین زنگ بزنید.
آنها می توانند بگویند که از کجا می توان کمک دریافت نمود. شما با اطفال خود همیشه یک وقت معین را برای وظایف خانگی پلان کنید و بعد از آن یک چیز خوب را برنامه‌ریزی کنید که آن را با علاقه با اطفال خود انجام می دهید. یک بازی مشترک در بیرون در هوای آزاد. برای اینکه اطفال بتوانند به تنهایی وظایف خانگی خود را انجام دهند، یک اپ به نام انتون وجود دارد. برای فعالیت های مشترک سپورتی برای اطفال در کانال البا یوتیوب برنامه هایی وجود دارد. این اپ و لینک های دیگر را شما در توضیحات ما در کانال یوتیوب می یابید. تشکر، سلامت باشید. چرا بچه بودایی پس نکدی خیرت خواهد؟ بله جان، من میخوام برم بیرون فوتبال بازی کنم رای دستای جانه پدر، تو خودت بفهمی که بودایی وقت اجازه نداری ما شما بیرو بریم. بله جان، من دستایم وقتا دیگم فوتبال هم رایتم بازی میکنیم، زبان بسیار خوب است. نیا آقا جان، ما مطمئن هستم که رفیقای تو مریض در بیرو کلگی در خانه خود است، بخاطر رسی که کلگی میفهمی باید در خانه باشن بیرو رفتن اجازه نه. پدر جان لطفا ما خسته کن است برام، بسا ما میخوایم بیرون برم لطفا. جان پدر، ما میفهم که واقعا بسا اعصابت خراب است، بسا برات خسته کن است، ولی بهانه هم اجازه نیست که ما شما بیرو بریم. پدر جان چرا اجازه نیست؟ لطفا اجازه بدین ما فوتبال بازی کنم. دی بچه نمیشه میفهمی این سال تما سر ما شما نه، سر کلگی هم یارت است، بخاطر رسی که یک ویروس به نام کرونا میفهمی در کل جای پخش است و بسیار زود آدم هم میگیرد. سر یک مرد سالیم من صحتمند هستم، لطفا ما اجازه بتین. قربان شما، ما میفهم که ما شما صحتمند هستیم، متا میفهم یه ویروس آدم دیدن هم میکنه، شاید در وجود ما باشه یک نفر دیگر مبتلا کنیم، خاطر از او هم باید احتیاط کنیم بسیار. پدر جان لطفا. جهان پدر، اجازه نیست، من برات گفتم تو باید بفهمی. فقط ما میخوایم که برات بگویم که ما برات سه تا پیشنهاد دارم، بی بیا کدومش مورد پسندت بود امور ما شما میکنیم در خانه یا که میریم مثلا یک آشپزی میکنیم و چیزی خوب پخته میکنیم، یا نقاشی میکنیم، یا رسمان بازی. پدر جان من نقاشی دوست ندارم، نقاشی کنم. خیلی از من بازی دوست ندارم، من میخوام بیرون برم فوتبال بازی. جان پدر گفتم بیرون رفتن خیلی اجازه نیست. خیلی چطور است که بریم یک چیزی بسیار خوب پخته کنیم؟ خب صحیح است، درست است، شما زفت تمام میگید. ای بیا که بریم.